سلام به شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از واکنش های تند و جنجالی سلبریتی ها و هنرمندان به برنامه عجیب و غریب شب یلدا از صدا و سیما. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. دیشب شب یلدا بود و با توجه به پایین اومدن قابل توجه مخاطبین صدا و سیمای حکومت جمهوری اسلامی که مخصوصاً بعد از اعتراضات سراسری سال گذشته به شکل غیر قابل باوری پر از بسیجی ها و حکومتی ها شده و خیلی از بازیگرانی که مخصوصاً در طی اعتراضات در کنار مردم بودند یا کشف حجاب کردند یا به هر شکلی مخالفت خودشون رو با سیاست های نظام نشون دادند خالی شد و پر از افرادی شده که هیچ سابقه‌ای در این زمینه نداشتند و فقط به حکومت وصل بودن و خیلی هاشون حتی سابقه کارهای حکومتی و بسیج و اینها دارن. مخاطبین صدا و سیما در این مدت اخیر به پایین ترین حد خودش رسیده. حالا صدا و سیمای حکومتی در شب یلدا به هر ترفندی که شده میخواست باز هم مخاطبینش رو برگردونه. صدا و سیمایی که رامبد جوان و رضا عطاران و مهران مدیری رو ممنوع الکار کرده حالا از بازیگران فیلم‌های سخیف و مجری‌های مبتدی و اکثرا حکومتی و اینفلوئنسرها و بلاگرهای فضای مجازی استفاده کرده. فضای مجازی که در یک سال خورده‌ای گذشته فیلتر شده بوده و مردم در به در دنبال فیلتر شکن بودن تا شاید بتونن از این فضاهای مجازی استفاده کنن. اینستاگرام هم که جزو فضاهای مجازی بوده که از نظر حکومت برای جوانها و نوجوانهای ایرانی خطرناک تشخیص داده شده و فیلتر شده. حالا اما کسی رو که با تیکه واقعی یا کیکه توی این فضا بسیار ویدیوهاش وایرال شده و این تیکش بر سر زبونها افتاده رو دعوت کردن. اون که توی این برنامه از درآمد بالاش در فضای اینستاگرام گفت و چند تا نمونه از کارهاش رو هم که در مورد واقعی یا کیک بود رو اجرا کرد بسیار مورد واکنش های مختلف و تندی قرار گرفته. مثلا آقای حسن آقامیری نوشت صدا و سیمای مفلوک. وقتی خودت بزرگانی مثل عادل فردوسی پور، مهران مدیری، احسان علی خانی، سید علی ضیا، رامبد جوان، رضا رشیدپور و غیره رو حذف می‌کنی، روزگارت این میشه. جناب دولت، اینستاگرام رو فیلتر کردید، به 10 میلیون ایرانی که اونجا بازاری داشتند آسیب جدی زدید و امشب اونقدر دستتون خالی هست که مهمان برنامه شما یک اینستاگرامی است. خالق سوال واقعی هست یا کیک؟ شما از مردم شکست خوردید. شاهین صمدپور هم نوشت آخرین تلاش‌های صدا و سیما برای جذب مخاطب با استانداردهای دوگانه. آوردن این پسر نوجوان واقعی یا کیکه به صدا و سیما و خوندن دست جمعی آهنگ صادق بوقی توسط مجری و مهمانان شبکه 3 امروز بازتاب‌های زیادی در فضای مجازی داشت. مردم میگن فضای مجازی رو فیلتر می‌کنید، اما برای پر کردن برنامه‌های تلویزیون و جذب مخاطب از افراد معروف شده در همون فضای مجازی استفاده میکنید. صفحه صادق بوقی رو میبندید اما تو برنامه‌تون او میخونید. این هم استوری بعدی شاهین صمدپور که نوشته صدا و سیمایی با چند هزار میلیارد تومان بودجه و هزاران هزار کارمند دست به دامن فضای مجازی شده. آذری جهرومی وزیر سابق ارتباطات هم نوشت در تاریخ خواهند نوشت آن تفکر صدا و سیمایی که به دنبال نابودی شبکه‌های اجتماعی بود و با زمینه‌سازی و حمایت از فیلترینگ سرمایه اجتماعی نظام رو به حراج گذاشت در نهایت برای جذب مخاطب ریزش کرده و جلب توجه مردم در شب یلدا دست به دامان اینفلوئنسرهای اینستاگرامی شد. سردار آزمون هم در استوری نوشت انتظار ما چه بود و چه اتفاقی رخ داد. صدا و سیما در انتخاب مهمان ویژه برنامه شب یلدا کاری کرد کارستان. به جای اینکه یک نوجوان یا جوان مستعد و موفق به برنامه دعوت شود و از کارهای بزرگش برای الگوسازی بگوید، کسی را روی آنتن دیدیم که با جمله واقعی یا کیک مشهور شد و در تصمیم حیرت انگیز خیلی زود سر از تلویزیون درآورد. پس الگوسازی برای نوجوان‌های
های ما کجا رفت؟ چطور شعور ما مخاطبین مورد توهین قرار گرفت؟ با تمام احترام برای این نوجوان، صدا و سیمای ملی جای او نبود. جای فرد موفقی بود که بتواند الگویی حتی برای ما بزرگترها باشد. متاسفم برای این انتخاب و امیدوارم مسئولان از این پس در الگوسازی و انتخاب میهمانها دقت بیشتری به خرج بدهند و برای مخاطبین ارزش بیشتری قائل شوند. به امید آن روز. بهاره افشاری هم در استوریش به ممنوع کار شدن سروش صحت و تعطیل شدن برنامه کتاب باز اشاره کرد و نوشت در جایی که برنامه کتاب باز حذف می شود همه چیز کیک می شود. شاهان شکیبا هم نوشت متاسفم با پول بیت المال چی تحویل مردم می دید؟ فریبا نادری نوشت کلن خیلی چیزا کیکه، یه برنامه که قابل مردم رو نداره. دامون غنبرزاده نویسنده و منتقد سینما هم نوشت توهین، تحقیر، پدرسوختگی. در متن دیگه هم دامون غنبرزاده نوشت لطفاً باز هم نگویید ما که صدا و سیما رو تماشا نمی کنیم، بذار هر کاری میخوان بکنن. بارها گفتم که چه تماشا بکنید و چه نکنید، تأثیر غیر مستقیم محتویات این سازمان در روح و روان ما جاری خواهد شد، حتی بدون آنکه خودتان خبردار شوید. پس بدون اینکه حتی یک ثانیه از برنامه‌های ویژه شب یلدای این خراب شده را تماشا کرده باشم، متوجه دارالمجانینی شدم که با دعوت از یک بچه معروف اینستاگرامی جنبه‌های جدیدی از وقاحت و دهنکجی را به نمایش گذاشت. نیازی نیست که دهنکجی علنی را تماشا کرده باشید، همین که بادش هم به شما بخوره تمام است. اوضاع این صدا و سیمای خراب شده به جایی رسیده که از یک نوجوان از همه جا بی خبر تفلکی دعوت می کنند تا مهمانشان باشد که چه بکند؟ که بگوید فلان چیز واقعی است یا کیک. اشتباه نکنید، من این پسر بچه را تحسین می کنم که همینطور خودجوش و به شکلی ناخواسته و با یک حرکت ساده ناگهان اسم در کرده و معروف شده. پرداختن به این موضوع مجال دیگری نیاز دارد، اما نکته اصلی من این است هم اینستاگرام را فیلتر کردند، هم یک چهره معروف اینستاگرامی را به عنوان مهمان جلوی دوربینشان آوردند و هم می خواهند از آن مهمان سوء استفاده کنند. آدم کلهش را کجا باید بکوبد؟ این بچه با فیلتر شکن و با هزار بدبختی وارد اینستاگرام شده تا برای خودش ویدیو تولید کند، همان اینستاگرامی که شما آن را بسته اید و همان فیلتر شکن هایی که احتمالاً در فروش و عرضه‌اش دست دارید. آن وقت همان بچه بیچاره را کشانده اید آورده اید جلوی دوربین هایتان که چه بگویید؟ این چیزی غیر از سوء استفاده علنی از انسان ها برای پیشبرد اهداف خودتان است؟ این چیزی غیر از توهین و تحقیر انسان است؟ آن بچه طفلکی و خانواده اش آگاهی درستی ندارند، و نه وقتی باهاشان تماس گرفتید که دعوتشان کنید باید فوش رو میبستند به سر تا پایتان. لطفاً نگویید ما که سالهاست تلویزیونمون حتی روشن هم نشده. باور کنید روح ما به شکل غیر مستقیم آماج این وقاحت ها و پرده دری ها و پلشتی هاست. تازه به این قسمتش کاری ندارم که چه این خراب شده را تماشا بکنید چه نکنید، پولش از جیب من و شما می رود. پول همین پرروبازی ها و پدرسوختگی ها، پول همین توهین و تحقیر آدم ها. بهرنگ علوی هم انتقاد تند و تیز سردار آزمون رو دوباره استوری کرد. جواد خاجوی هم در استوری نوشت چقدر بده به آدم ها اونم تو این سن توهم خفن بودن میدن. امیدوارم آینده این بچه خراب نشه، چون علت اومدنش به ویژه برنامه یلدا و آنتن زنده شبکه 3 رو اصلا نمیتونم بفهمم. اووردینش به عنوان الگو برای بچه ها یا به عنوان یه آدم تاثیرگذار، یا به چه عنوانی اووردینش؟ گفتیم بیاد که بهش بخندین؟ واقعا تلویزیون ما محتاج یکی هست که توی یه پلتفرم فیلتر شده معروف شده؟ شما میخندی ولی این بچه فکر میکنه خیلی خفنه و برای آیندهش هیچ تلاشی نمیکنه. واقعا به کجا داریم میریم؟ این مدل برنامه ها یه مهمونای خفنی داشت قدیما، چی بگم والا، جای همه کسایی که نیستن توی تلویزیون خالیه. نیلوفر لاریپور هم در استوری پست تند و جنجالی رو که دامون غنبرزاده نوشته بود رو منتشر کرد و نوشت کپشن رو بخونید، چطوری هنوز روتون میشه جلوی دوربین بشینید و حتی مهمان برنامه باشید.
حالا اما با تمام این واکنش های منفی و پرسر و صدایی که در فضای مجازی نسبت به برنامه شب یلدای صدا و سیما بوده، مجری این برنامه ایمان قیاسی استوری گذاشته و انگار که اصلا کسی انتقادی نکرده نوشته خوشحالم اینقدر انرژی مثبت به ما دادید و بیشترین بازخورد رو من و یوسف تیموری در برنامه یلدا داشتیم و تجربه دلچسبی بود. ممنون از همتون رو بدونید که ما تلاش کردیم هم چارچوب ها رو رعایت کنیم و البته از قالب رسمی منسوخ شده هم خارج بشیم. ممنونم از همه رفقای هنرمندم که دعوت ما رو پذیرفتن و به خاطر مردم از قاب تلویزیون مهمان خانه های شما شدن. تلاشمون این بود که مردم رو دقایقی سرگرم کنیم و خوشحالیم که این اتفاق افتاده و توانستیم از ظرفیت های باحالی که در خاک عزیز ایران وجود داره نهایت استفاده رو بکنیم. کوچیک همه شما. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.